یک شب در دسامبر 2001 پلیس یک تماس دریافت میکنه. یک پسر 11 ساله پشت تلفن بوده و میگفته که اونو خواهر و برادرش توی اتاق حبس شدن، در روشون قفل شده، مادرش بیرون با مهاجما درگیره و صدای گلوله میشنوه. سلام من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید اگر این اولین باره که من رو میبینید بگم که ما اینجا توی فیکشن میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر به این ژانر علاقه دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیو هامون با خبر بشید یادتونم نره اگر این ویدیو رو میبینید و دوستش دارید حتما لایکش بکنید به خاطر اینکه لایک های شما به ما کمک میکنه و به همون انگیزه میده برم سراغ پرونده امروز پرونده امروز یادتونه که با یک تماس تلفنی شروع شد سال 2001 که یک نفری پشت تلفن خبر از یک حمله میداد اما یک کوچولو بگم که جایی که هستیم کجاست ما توی یک شهر کوچیک هستیم به اسم ارلی توی آیووا ایالات متحده امریکا یه شهر کوچیک زیر هزار نفر جمعیت داره اکثر کسانی که اونجا ساکنن بازنشستن یا آدم هایین که اومدن توی یک محیط امن بچه هاشون رو بزرگ بکنن آمار جرم و جنایت پایینه و خلاصه که یک جاییه که همه هم دیگر رو میشناسن واقعا خیلی کم پیش میاد که آدم غریبهی توی شهر دیده بشه یا کسی کسی رو نشناسه خب ما الان برمیگردیم پشت خط تلفن 911 زمانی که برت 11 ساله یکی از اعضای خانواده رابرتس تماس گرفته با پلیس و میگه که یک مهاجمی توی خونشونه و مادرش با اون مهاجم درگیر شده و برت داره صدای مادرش رو میشنوه صدای درگیری میشنوه و صدای شلیک شدن اسلحه رو هم شنیده اون آدرس رو به پلیس میده دیگه 11 سال است بچه نیست پلیس بلافاصله میره اونجا وقتی که وارد میشه میبینه که شخصیت اصلی دیگر داستان ما که تریسی ریکتر یا توی اینجا به خاطر ازدواجش تریسی رابرتس توی خون افتاده روی زمین آثار خفگی داره روی گردنش, گردنش قرمز آثاری به جا مونده و تمام پذیرایی خونه تمام اون قسمت حال و پذیرایی خونه قرق خونه خب اینها میرن جلو اول فکر میکنن که خب آسیبی که وارد شده به تریسی بوده دیگه مادر خانواده که از بالا پسر خانواده صدای شلیک اسلحه رو شنیده اما جلوتر متوجه میشن که نه کسی که توی خونه تیر خورده و همونجا هم کشته شده مهاجمی بوده که وارد خونه شده و توی یک درگیری شدید بین تریسی و این مهاجم اون مهاجم کشته شده تریسی حالش بده میگه مشکلات تنفسی دارم نمیتونم درست نفس بکشم اون رو منتقل میکنن به بیمارستان و وقتی که جسدی که توی خونه افتاده رو بررسی میکنن متوجه میشن که جسد متعلق به یک آدم غریبه نیست جسد متعلق به داستین ویدی 20 سال است که توی همسایگی خونه رابرتس ها زندگی میکنه. اون زمان در خونه رابرتس ها خود تریسی بوده، پسرش بوده که تماس گرفته بوده با پلیس و 11 ساله بوده، نووا و میسون کوچیکتر از برس هم بودن که دو تا بچه کوچیکتر بودن. اینها دیگه مثلا زیر دو سال سنشون بوده دو تا بچه کوچیکتر. هر سه اینها توی خونه بودن در کنار مادرشون و مایکل پدر خانواده هم توی یک سفر کاری بوده و اصلا اطلاع نداشته که چه اتفاقی افتاده خب تریسی رو به خاطر آسیبی که به گردنش دید وارد شده بوده منتقل میکنن به بیمارستان و پلیس هم دنبالش میره تا باهاش صحبت بکنه و ببینه که چه اتفاقی افتاده این رو از همین جای ویدیو در نظر داشته باشید که همونطور که گفتم توی این منطقه همه همدیگر رو میشناسن پلیس هم مردم رو میشناسه و تا حدی آشناست با آدمهایی که دارن اونجا زندگی میکنن خیلی هم شوکه شدن از اتفاقی که افتاده خب توی یک جای محلی یک نفری کشته شده که هر دو رو اینها میشناسن میرن سراغ تریسی و ازش میپرسن که چه اتفاقی افتاده تریسی خیلی نمیتونه درست صحبت بکنه خیلی بریده بریده حرف میزنه خیلی بدون تمرکز حرف میزنه خیلی حالش خوب نیست میگه که من توی خونه بودم دو نفر وارد خونه شدن من رفتم که اسلحه بردارم من رو گرفتن به من آسیب زدن با جوراب شلواری خودم من رو خفه کردن و من زمانی که دیگه خیلی احساس خطر میکردم خودم رو رسوندم به کابینتی که ما اسلحه هامون رو توش نگه میداریم اسلحه رو اسلحه هم رو برداشتم و به این مهاجم ها شلیک کردم به یکیشون تیر مستقیم برخورد کرد همین نفری که مرده و یک نفر هم فرار کرد وقتی که بوریس ازش میپرسه که نفر دومی که فرار کرد چه شکلی بود اولین جرقه شک برای پلیس به وجود میاد اطلاعاتی که تریسی داره میده به مامورای پلیس از آدمی که فرار کرده مربوط میشه به یک نفری که تمام ویژگیهاش ویژگیهای عامه تریسی میگه که قدش متوسط بود سی و پنگ تا چهل ساله بود و موهای قهوه‌ای تیره یا مشکی داشت. خب با این نشونی ها هیچ کس رو نمیشه دستگیر کرد. خیلی از آدم ها این شکلی هرچقدر که پلیس سعی میکنه که با تریسی بیشتر صحبت بکنه اون شب حالش خوب نبوده. در نهایت پلیس تصمیم میگیره که اون شب بیمارستان رو ترک بکنه برگرده بره حالا اطلاعات دیگر رو بررسی کنه جسد رو منتقل بکنه به پزشکی قانونی روی اون بررسی بکنه و بعد فردا صبح بیاد سراغ تریسی وقتی که جسد منتقل میشه به پزشکی قانونی چیزی که معلومه اینه که برخلاف صحبت های که تریسی کرده بوده در مورد تعداد گلوله هایی که شلیک کرده تعداد گلوله ها بیشتره و نه گلوله شلیک شده به فرد مهاجمی که توی خونه کشته شده خب نه گلوله به داستین خورده بوده داستین هم شخصیت دیگر این پرونده است که باید بشناسیمش داستین نه گلوله خورده و به نظر پلیس نه گلوله برای دفاع از خود خیلی عدد بالاییه گلوله ها به دست، پا، صورت، قفسه سینه و جاهای مختلفی خورده بوده چیز دیگه ای که برای پلیس عجیب از همون ابتدا و بلافاصله بعد از تشخیص هویت داستین به عنوان مقتول اینه که داستین ویدی اصلا با این خونه غریبه نبوده داستین با هیچ کس توی اون محل قریبه نبوده. یک آدم خیلی صمیمی مهربون دوست داشتنی بوده که به همه محل کمک میکرده. چه میدونم چمناشون رو میزده، برف جلوی خونشون رو پارو میکرده، توی این مهمونی هایی که توی حیات خونه برگزار میکردن همیشه حضور داشته و اصلا برای پلیس خیلی عجیب بوده. انقدر این داستین آدم دوست داشتنی و آروم و بی سری بوده که اون رو اه, کنار بچه ها می دیدن مثلا مردم بچه هاشون رو می سفردن به این که مراقبشون باشه و هیچ چیز عجیبی تو این آدم وجود نداشت که حالا تصمیم گرفته باشه بیاد و حمله بکنه به این خونه این رو هم در نظر بگیرید که عضو کلیسای محلی هم بوده و به واسطه همون جوانان کلیسای محلی کمک می کرده به مردم منطقه هر وقت کاری بوده این اولین نفر داوطلب بوده و حالا هم اینجا کشته شده بوده. نکته دیگه ای که توی این خونه وجود داشته و با حرفهای تریسی در تناقض بوده این بوده که تریسی میگه که دو نفر اومدن خونه من فرار کردم اینها توی خونه بودن و طبق چیزهایی که داره میگه این دو نفر به قصد دزدی وارد خونه شدن اما توی اتاق خواب تریسی 23 هزار دلار جواهر یعنی جواهراتی که ارزششون 23 هزار دلاره همینجوری روی میز جلوی چشم بوده و هیچ چیش گم نشده بوده اگر این دو نفر قصد دزدی داشتن خب چطور تونستن دست به اینا نزنن و از این خونه برن اصلا هیچی از این خونه دزدیده نشده صبح روز بعد پلیس میره دم در بیمارستان و میره تا با ترسی صحبت بکنه حالا ترسی یک سناریوی کامل از اتفاقاتی که شب قبل افتاده بوده در اختیار پلیس میذاره و میگه که ساعت چهار بعد از ظهر 13 دسامبر یعنی روز قبل داستین اومد خونه ما آدم صمیمی بود من هم حالا مثلا در باز کردم روش اومد تو و یکم نشست و همون ساعت ها ماری دوست من اومد پیش من اومد خونه ما ماری همسر اون هم مسافرت بود مثل مایکل همسر من قرار بود شب پیش من بمونه و من یهو یادم افتاد که فردا صبح پسرم یک مسابقه بیسبال داره و من میخوام که صبح زود بیدارش کنم به ماری گفتم که اگر ممکنه امشب اینجا نمون میگه ماری که اومد داستین رفت وقتی هم که به ماری گفتم که اگر اشکالی نداره امشب نمون که صبح اذیت نشی قبول کرد اون هم رفت من رفتم بالا دختر کوچیکم میسون رو برده بودم هموم داشتم همومش میکردم که صدای تقتق باز شدن در رو شنیدم اول فکر کردم که ماکل همسرمه که از مسافرت برگشته میخواد منو مثلا سپرایس کنه حالا منو قافل گیر کنه از بچه رو گذاشتم توی وان از همون اومدم بیرون اومدم پایین و دیدم که دوتا مرد غریبه پایینن برگشتم بالا بچم رو بغل کردم اون رو سری بردم توی اتاق پیش دوتا بچه دیگه بهشون گفتم که اینجا مواظب به خودتون باشید اومدم بیرون در رو قفل کردم و اومدم پایین ببینم که چه اتفاقی افتاده تریسی توی صحبتاش میگه که خب توی منطقه عادیه که ما در خونه هامون رو قفل نکنیم منطقه امنیه میگه من اومدم پایین و وقتی که رسیدم پایین پله ها این دو نفر متوجه من شدن من خواستم حمله کنم برم سمت کشوی که اسلحه هامون رو میذاریم اونجا و اسلحه بردارم اینها این, ها این دو موی من رو گرفتن روی زمین کشیدن آوردن بعد جوراب شلواری من رو پیچیدن دور گردنم هم با همون داشتن من رو خفه میکردن من از حال رفتم با بت کم بود و اکسیژن و اینها من رو رها کردن من رو نکشتن وقتی که یکم حالم جا اومد و نفسم بالا اومد چشام باز کردم و دیدم که این دوتا مهاجم رفتن دم در اتاق بچه ها و به نظر میاد که میخوان وارد اتاق بچه ها بشن اینجا بود که من رفتم سمت کشو اسلحه رو برداشتم و به سمتشون شلیک کردم گلوله های من به یک نفر خورد و یکی دیگهشون از خونه فرار کرد پلیس توی این حرف ها یه سری چیزهای مشکوک پیدا میکنه مثلا اگر اینها تونستن تو رو خلع سلاح کنن حالا مثلا برسوننت به اینجا که احال بری و روی زمین بیفتی و هدفشون هم طبق حرفی که خودت داری میزنی بچه ها بوده نه پول و چیز دیگه ای چرا تو رو نبستن؟ چرا یکیشون وای نستاده کنار تو که ببینه تکون میخوری یا نه؟ چرا محکمتر توی سرت نزدن؟ اگر تو صرفا قصد دفاع داشتی چطور تونستی نه تا گلوله شلیک بکنی؟ در کنار همه اینها داستین دوست خانوادگیتون بوده هیچ دشمنی و تنشی وجود نداشته بین شما چرا یه وارد خونه شما شده و قصدش طبق چیزی که داری میگی بچه های تو بوده بعد از پخش شدن خبر این ماجرا مایکل مایکل رابرتس همسر تریسی راه میفته برمیگرده میاد خونه و وقتی که میرسه متوجه میشه که چه اتفاقی افتاده و میاد پیش همسرش رو سعی میکنه که دیگه به همسرش کمک بکنه من قبل از اینکه برم سر اصل پرونده و ماجرا رو ادامه بدم لازم میدونم که شما رو آشنا بکنم با شخصیت تریسی که توی این داستان داریم راجبش صحبت میکنیم تریسی ریکتر متولد 11 می 1966 بوده توی شیکاگو ایلینوی به دنیا اومده توی زندگیش توی زندگی ابتداییش یعنی مدرسه رفتنش بسیار دانش آموز باهوشی بوده همیشه نمره A می گرفته توی باشگاه ها و کلوب های مختلفی توی مدرسه ثبت نام کرده بوده اونجا هم خیلی خوب خودش رو نشون میداده توی فعالیت های فوق برنامه و سر کلاس خیلی حضور پررنگی داشته و در کنار همه این درس خوندن ها به خاطر هوش بالاش یک بورسیه کامل میگیره یک بورسیه تحصیلی میگیره برای رشته رادیوگرافی و وارد کالج میشه سال 1987 توی همون کالج توی سن 21 سالگیش آشنا میشه با آقای. یک آقایی یک آقایی به اسم جان پیتمن عشق این دو نفر خیلی سریع شعله میشه خیلی سریع وارد مرحله بعدی میشه دقت کنید که اول داستان ما داریم از یک مایکل نامی به عنوان همسرش صحبت میکنیم و الان من دارم از جان پیتمن میگم این دوتا با هم دیگه متفاوتن همسر اول تریسی رو دارم میگم این دو نفر با هم آشنا میشن و رابطهشون رو ادامه میدن و تو سال 1988 بعد از فارغ تحصیل شدن از کالج در نهایت با هم دیگه ازدواج میکنن. جان بهش میگه که ببین بیا از اینجا بریم بیا بریم به دنور من خانوادم اونجا زندگی میکنن من اونجا موقعیت های شغلی بهتری دارم راحت میتونیم زندگی بکنیم. خب این هم مشکلی نداشته قبول میکنه وسایلشون رو جمع میکنن راه میافتن میرن به دنور توی دنور تازه تریسی متوجه میشه که ای دل قافل مثل اینکه جان واقعا بچه پول داره وقتی که میرسن اونجا متوجه میشه که خانوادهش بسیار ثروتمندن خیلی پول دارن زمین دارن خونه های بزرگ دارن و خیلی خوب دارن زندگی میکنن تریسی هم از این فرصت کاملا به نفع خودش استفاده میکنه و زندگی عاشقانش رو کنار خانواده شوهرش شروع میکنه اما یک نکته ای وجود داشته اینها خونهشون از هم جدا بوده ها پدر و مادر جان کم کم متوجه میشن که از حسابای بانکشون پول کم میشه پولهایی که اینا نمیدونن کجا خرچ کردن نمیدونن بابت چی هزینه کردن و واقعا عددها عددهای خیلی بزرگی بوده وقتی که پیگیری میکنن کارت های اعتباریشون رو میبینن که یک برای سری خرید این پول استفاده شده وقتی پی خریده رو میگیرن میفهمن که خریده در اختیار کیه در اختیار تریسیه میان به جان میگن که زن تو داره از حسابای بانکی ما دزدی میکنه این یه جوری دسترسی پیدا کرده داره پول برمیداره از حسابای بانکی ما اما خب جان تمام قد وای میسته پشت همسرش و از اون دفاع میکنه و میگه که اینطوری نیست دارید اشتباه میکنید همسر من همچین کاری نکرده و تهمت میزنه خانواده جان میفهمن که این بحث فایده نداره دیگه حالا چقدر هم که توضیح بدن جایی رو نمیگیره چیکار میکنن بی خیال این دو نفر میشن اما از اون طرف رابطه جان و تریسی اصلا رابطه خوبی نبوده زمانی که اومده بودن به این منطقه جان داشته توی رشته پزشکی تحصیل میکرده و همین الانش 120 ساعت در هفته مجبور بوده بره سر کار این 120 ساعت سر کار رفتنش توی هفته منجر به این شده بوده که رابطه اون و تریسی از هم دور و دورتر بشه و کم کم تریسی شروع کنه به چشم چرونی کردن به این ور اون ور پریدن لاس زدن به آدم های مختلف و حتی این کار رو جلوی جان هم انجام میداده یه دفعه انقدر این رفتارا شدید میشه و با یک نفری شروع کنه خیلی صمیمی حرف زدن که منجر به یک دعوای اساسی میشه این دعوای اساسی کشیده میشه توی خونه و توی خونه همین دعوای ادامه پیدا میکنه و یک جایی توی اوج دعوا تریسی دست میبره سمت کابینتی که توی خونه بوده اسلحه رو بر میگیره سمت جان جان میفهمه که این نگاه تریسی نگاه شوخی برداری نیست میاد عقب فرار میکنه میاد بیرون توی خیابون وای میسته و یک صدای شلیک شنیده میشه تریسی از خونه میاد بیرون با حالت گریه که ببخشید من خیلی افسردم خیلی حالم بده خیلی اوزام به هم ریخته است میخواستم با این اسلحه به خودم آسیب بزنم اما نشد قصدم نبود به تو شلیک کنم اما خب جان فراموش نمیکرده که اسلحه مستقیم به سمت سرش نشونه رفته دیگه تماس میگیره با پلیس پلیس میاد تریسی به مدت 6 ماه فرستاده میشه به یک آسایشگاهی به یک بیمارستانی تا بهش کمک بشه که مشکلاتش رو کنار بذاره وقتی هم که بعد از این شیش ماه برمیگرده خیلی حالش بهتر شده بوده خیلی همه چیز کنترل شده تر بوده راحت تر با جان ارتباط برقرار میکرده. به نظر می اومده که قصد داره زندگیش رو ترمیم بکنه و همه چی انگار توی زندگیش رو روی یک روالی افتاده همین جای رابطه که تازه از آسایشگاه اومده بیرون و به نظر میاد که همه چیز خوبه این زوج تصمیم میگیرند برای بهتر شدن رابطهشون بچه دار بشن اما از اونجایی که توی موقعیت های پیچیده و دشوار بچه هیچ چیزی رو حل نمیکنه فقط مجو... موقعیت رو پیچیده تر و دشوارتر میکنه تو این مورد هم همین اتفاق میافته یادتونه گفتم جان خیلی سر کار بود وقتی که بچهشون به دنیا میاد وقتی که پده... پسرشون به دنیا میاد اوزا پیچیده تر هم میشه به خاطر اینکه الان تریسی فکر میکرده که یک مادر مجرده میگفته آقا من همش مراقب بچه هم حواسم به اینه همه کار براش میکنم هیچ فرصتی برای خودم ندارم خب تنها باشم که قطعا برام راحت تره و خیلی حالش بد بوده تا اینکه در نهایت بچه رو میذاره مهد کودک و یک،, مقداری برای خودش فرصت پیدا میکنه یک مقداری برای خودش این فضا رو پیدا میکنه که زندگی بکنه اما از اونجایی که میدونیم تریسی تریسیه این زندگی کردن مساوی با برداشت های پول یواشکی از حساب همسرش و خرش هایی که اون هیچ خبری رو نداشته جان حالا با این واقعیت روبرو شده بوده که همسرش واقعا پول میدزدیده و تازه رسیده بوده به حرف پدر و مادرش اما یک تجربه بدی داشته دیگه این میدونسته که اگه الان به تریسی بگی که اون که کتمان میکنه از اون طرف هم آخرین باری که با تریسی وارد یک گفتگوی تنشزا شده بود توی این سطح تریسی اسلحه کشیده بود و شلیک کرده بود میترسه که خودش دخالت بکنه و مالیش خوب بوده یک پولی میده به یک کارگاه خصوصی و میگه که تو همسر من رو تعقیب کن ببین که چی کار میکنه ببین که با کی میگرده کجا میره کجا میاد من حس میکنم داره ازم کلاه برداری میکنه این کارگاه خصوصی که شروع میکنه گشتن دنبال تریسی و باهاش میرفته جاهای مختلف تعقیبش میکرده خیلی زود میفهمه که تریسی علاوه بر اینکه داره از حسابهای بانکی جان پول میدزده کلی کار دیگه هم میکنه اول از همه که توی یک سایت دوستیابی عضو شده و طی روز پیش میاد که با سه تا پسر مختلف قرار میذاره میره میبینتشون و جدا از این هم میره ساحل برای شنا و همیشه یک عده پسر 19 20 ساله رو دور خودش جمع میکنه میخواب لب ساحل به اینها اجازه میده که ماساژش بدن هر جایی از بدنش رو که میخوان لمس بکنن و خب این کارگاه خصوصی از تمام این صحنه هایی که تریسی توش بوده عکس میگیره و این عکس ها رو که نشونه جان میدن تازه میفهمه که اه همسرم علاوه بر اینکه داره جیب من و مادر و پدرم رو میزنه داره به هم خیانت هم میکنه نمیتونسته خیلی راحت از تریسی جدا بشه به خاطر اینکه بچهشون وسط بوده و خیلی براش مهم بوده که هزانت بچهش رو داشته باشه بعد راهی پیدا میکرده تا بتونه زندگیش رو ترمیم بکنه میاد به تریسی میگه که بیا زندگیمون محل زندگیمون رو عوض بکنه بیا بریم یک جای دیگه یک جای دیگه یک زندگی تازه شروع بکنیم میگه بریم شیکاگو قبول میکنه وسایلشون رو جمع میکنن و راه میفتن بیان برن تا شیکاگو زندگی بکنن این خانواده موقعی که قرار نقل مکان بکنن به شیکاگو هیو خونگی دارن سه تا سگ دارن و دوتا تا گربه جان وظیفه انتقال بین ایالتی این حیوانات رو میسپره به تریسی میگه که تو مدیریت بکن اینها رو بردار بیار بریم خونه جدیدمون توی شیکاگو وقتی که میرسن و وسایل میرسه و بسته ها باز میشه تازه میبینن که هیچ خبری از سگ ها و گربه ها نیستش وقتی که از تریسی میپرسه که خب سگ و گربه ها کوشن تریسی چه جوابی بده خوبه میگه که حمل و نقل اینها بین ایالت خیلی سخت بود منم دادمشون یه آزمایشگاهی که از حیوونا برای آزمایش مواد مختلف استفاده میکنه شما فکر کنید واقعا یک حیوان خونگی رو توی خونت داری و میسپرش به همچین جایی و اصلا برات مهم نیست جان خیلی ناراحت میشه اما خب کاری دستش بر نمی اومده از اون طرف خیلی هم جرأت نداشته که با تریسی روبرو رو بشه به خاطر اون اسلحه کشیدنش و اینا اینا همچنان با تنش و درگیری و دعوا و مشکل دارن کنار همدیگه زندگی میکنن تا اینکه یه روزی تریسی زنگ میزنه به جان با یک حالت مستعصلی که بود و بیا خونه یک اتفاقی افتاده من نمیتونم برات پشت تلفن بگم بعد جان شوکه شده دیگه همسرش زنگ زده میگه باشه من راه میفتم میاد پایین سوار ماشینش میشه میاد که راه بیفته انگار دیدید به دلت بد میاد یه لحظه با خودش شک میکنه که چه اتفاقی ممکنه توی خونه من بیفته که تریسی نخواد به من بگه سنگ میزنه به اون کارگاه خصوصیه که هنوز در استخدام جان بوده بهش میگه که تو داری تریسی رو میبینی هنوز تقیبش میکرده میگه آره الان مثلا شرق شیکاگوه. خونه اینا کجا بوده غرب شیکاگو میفهمه که کاسه زیر نیم کاسه است دیگه چرا باید تو رو بکشونه به یک خونه خالی مگه غیر اینه که ممکنه کسی توی اون خونه خالی منتظرت باشه نمیره و همونجا تصمیم میگیره که از زندگی کردن با ترس دست برداره و بیفته دنبال اینکه از تریسی جدا بشه وقتی میفتن توی فرایند طلاق تازه اونجا مشخص میشه که تریسی چه کارهایی که میتونه انجام بده جان در نهایت سال 1997 درخواست طلاق میده و توی این پروسه طلاق تریسی برای اینکه بتونه هزانت بچهشون رو به عهده بگیره و البته که جان رو بدنام بکنه همه کار میکنه میگه که اون خیلی آدم خشنیه ما رو کتک میزده یه سری پوستر درست میکنه روی این پوسترها نوشته بوده که جان به تریسی و بچه هشت سالشون تجاوز میکرده و همه ی این پوسترها رو توی محوطه بیمارستانی که جان کار میکرده پخش میکنه زیر برفاکونا میذاشته همه جا پخش میکنه شما تصور بکنید که یک پزشکی با یک همچین حمله روبرو بشه تا بیاد توضیح بده که چه اتفاقی افتاده و آقا من این شکلی نیستم و من کودک آزار نیستم و همسرم رو کتک نمیزدم از بیمارستان اخراج میشه الان جان بیکار هم هست در نهایت تریسی میتونه در دادگاه هزانت کامل بچهشون رو به عهده بگیره و جان موظف میشه که ماهانه واقعا هزاران دلار نفقه پرداخت بکنه به پسرشون نکته هم که وجود داره اینه که جان الان کار نداره قرار از کجا این پول رو تامین بکنه بعدا توی تحقیقات مشخص میشه که تریسی امضای جان رو جل کرده بوده و بیمه عمر اون رو برده بوده بالا و رسونده بوده 500 هزار دلار خب میدونیم که بیمه عمر بعد از مرگ تعلق میگیره دیگه حالا مشخص میشه که چرا اون روز زنگ زده بوده و اصرار کرده بوده که بیا خونه کارت دارم در حالی که خودش خونه نبوده شاید پای یک بیمه 500 هزار دلاری وسط بوده حالا که تریسی دیگه جدا شده بود داره یک پول مفتی هم میگیره و اصلا همانچنانی که باید و شاید این پول رو خرج بچهش نمیکنه این پول رو به عنوان نفقه میگیره برمیگرده به اون سایت دوستیابی تا دیگه با خیال راحت بگرده دنبال پسرهای که باشون قرار میذاره و خیلی هم نمیگذره که آشنا میشه با یک آقای استرالیایی یک کارآفرین پولداری به اسم مایکل رابرتس که همین همسرشه که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم مایکل و تریسی رابطهشون رو شروع میکنن مایکل از استرالیا پامشمیا میاد تریسی رو میبینه خیلی با هم دیگه صمیمی میشن تصمیم میگیره که اون شرکتش در استرالیا رو رها بکنه بیاد به امریکا و دیگه با تریسی زندگی بکنه و انقدر شیفته اون شده بوده که دو هفته بعد از شروع دوستیشون بهش درخواست ازدواج میده و با هم دیگه ازدواج میکنن بعد هم میاد شیکاگو اونجا شروع میکنن و هم دیگه زندگی کردن اما خب ما میدونیم که تریسی دیگه خیلی زود بعد از ازدواج شروع میکنه خیانت کردن به همسرش و این خیانت برخلاف روابطی که در زمان جان داشته علنی بوده یعنی در حقیقت میدونسته مایکل که این داره بهش خیانت میکنه اما اونقدر دوستش داشته که نمیتونست ارتباطش رو باهاش قطع بکنه یه کارهای عجیب غریب هم میکنه تریسی توی مرحله اول هنوز درگیر مسئله هزانتش بوده دیگه خیلی نگذشته بوده شروع میکنه پشت سر جان حرف زدن که آره این آدم آزارگری بودی من رو کتک زد بچم رو کتک زد این همیشه خوشونت داشت علیه ما من همیشه زنگ میزدم به پلیس گزارشش رو میدادم و این در حالیه که تنها گزارشی که از این خانواده در اداره پلیس ثبت شده همون گزارش تیراندازی کردن تریسی بوده و هیچ ربطی به جان نداشته این وسط یهو یه حس میکنه که حوصلش هم سر رفت تصور کنید که از جان جدا شده پشت سر جان حرف میزنه جان داره بهش نفقه میده با مایکل ازدواج کرده پشت سر جان هم جلوی مایکل حرف میزنه و یهو یه برای تغییر روحیش میره از دندون پزشکش شکایت میکنه دندون پزشکش دوست به سر سابقش هم بوده توی محتوای این شکایت میگه که من رفته بودم برای تعمیر پوسیدگی دندونم من زیر دستش بودم ناگهان حس کردم که از حال رفتم و بعد به هوش اومدم اون بالا سرم نشسته بود و من فکر میکنم که در خواب به من تعرض کرده این رو به میبره دادگاه و درخواست یک قرامت 150 هزار دلاری میکنه بابت این قضیه اما اونقدری مدرک وجود نداشته که متهم بشه به این قضیه در نهایت اون دوست بسر سابقشون دندون پزشک کسمش هم جوزف بوده تبرعه میشه. ولی خب تمام اعتبارش رو از دست داده دیگه واقعا کی حاضره بره پیش دندون پزشکی که در موردش این شایعه وجود داره که بیمارهاش رو بیهوش میکنه. این زوج دارن با همدیگه زندگی میکنن و در نهایت سال 1998 تصمیم میگیرن که بیان به یک شهر کوچیکی تا به دور از درد سر و به دور از سر و صدا اونجا با هم دیگه زندگی بکنن اینجاست که میان به ارلین شهر کوچیکی که گفتم زیر هزار نفر جمعیت داشته و سال 2000 هم صاحب اولین بچه مشترکشون میشن اسمش رو میذارن نووا و بعد از یک مدتی هم صاحب یک دختری میشن که اسمش رو میذارن میسون الان تریسی و مایکل دارن با هم دیگه زندگی میکنن توی این شهر کوچیک کسب و کار آیتی خودشون رو راه انداختن که از غذا خوب هم گرفته خوب هم پول در میاره خود تریسی هم سر میزنه به کلیسا هر یک شنبه با اون جامعه کوچیک محلی رفت آمد میکنه میره میاد و همه چیز به نظر معمولی میاد توی همین رفت آمدها و جامعه ی کلیسایی بوده که آشنا میشه با داستین 20 ساله یکم راجع به خود داستین بگم داستین یک آدم بسیار نرم و مهربون و پر انرژی بوده. خودش می اومده چمن خونه همسایه ها رو حرس می کرده. برفشون رو پارو می کرده. اگر نمایشگاه محلی قرار بوده برگزار بشه نفر اول داشته اونجا کمک می کرده. خیلی به درختها اهمیت همیت می داده. کار حرس درخت های منطقه رو انجام میداده خیلی حیوان رو دوست داشته. و در یک کلام هر کس که داستین رو میشناخته، میگفته که اون آروم بی درد سر و مهربونه. خب حالا همون داستین بی آزار آرومی که مردم بچه هاشون رو میس بردن دستش رو به همه کمک میکرد جسدش وسط اتاق نشیمن خونه رابرت ها خوابیده بود. وقتی که تا اونجای گفتیم پرونده رو که این از بیمارستان دیگه مرخص میشه مایکل همسرش میاد پیشش برمیگردن خونه و پلیس به حرفهای تریسی مشکوک بوده پلیس سعی میکنه بررسی بیشتری بکنه این ماجرا رو اما خیلی مدرک خاصی نداشته ولی در کل رفتارهای این خانواده عجیب بوده مخصوصا خود تریسی مثلا اگر شما با یک حادثه این شکلی روبرو بشید که کسی وارد خونتون شده قصد دزدی داره و شما زدید یک نفر رو کشتید یک نفر رو برای همیشه زندگیش رو به پایان رسوندید قطعا تا یک مدتی حالتون بده نگران امنیت و آرامشتون هستید اما خانواده رابرس حتی برنامه سفرشون رو تغییر نمیدن اینها قرار بوده که چند روز بعد برن به استرالیا به یک سفری برن و این برنامه رو تغییر نمیدن این برای پلیس عجیب بوده مثلا کار دیگه ای که میکنن این بوده که تریسی قبل از اینکه بره به اون مسافرت پا میشه میره دفتر روزنامه محلی و شروع میکنه از دم در صحبت گردن با هر کسی که اونجا بوده و ماجرا رو تعریف کردن و از خودش یک مادر قهرمان ساختن این هم عجیبه باز آدم هایی که از حادثه های این شکل بیرون میان ترجیح میدن که خبرنگارها خیلی دمپرشون نباشن خیلی سوال پیچشون نکنن اما خب خودش دو دستی رفته بوده تو دل خبرنگارا ولی مایکل خیلی بیشتر از تریسی دنبال این بوده ببینه که چه اتفاقی برای خونوادش افتاده حتی یک جایزه ده هزار دلاری تعیین میکنه برای هر کسی که اون نفر دوم رو معرفی بکنه و یا به حل شدن این پرونده کمک بکنه وقتی که خانواده میرن به استرالیا خیلی برای پلیس خوب میشه، اینها اجازه بررسی صحنه جرم رو که داشتن با رفتن این خانواده به استرالیا خونهشون خالی میشه برای اینکه پلیس فرصت داشته باشه وجب به وجب این خونه رو بررسی بکنه. شروع میکنن بررسی کردن خونه و همین زمان جواب پزشکی قانونی میاد ما تا اینجا میدونیم که بیشتر از دو تا تیر، خورده بوده داستین در حالی که تریسی گفته بوده دو تیر او نه تا تیر خورده بوده و شش تیر از یک اسلحه شلیک شده بوده و سه تیر که به ناحیه صورت و سر خورده بوده از یک اسلحه دیگه باز هم حرفهاش زیر سوال میره از این نظر که کسی که داره خودش دفاع میکنه خب اصلا گیریم با یک اسلحه شلیک کرد میره اسلحه رو میذاره اسلحه دوم رو میاره که شلیک بکنه این هم عجیبه دیگه این هم دور از ذهن و غیر منطقیه که یک نفری برای دفاع از خودش از دو تا اسلحه استفاده کرده باشه جدا از این مثلا این تئوری به وجود میاد که دو تا اسلحه رو برداشته با دو تا دستاش داره شلیک میکنه مگه فیلم وسترنه تازه این رو در نظر بگیرید که تریسی عینکی بوده و به عنوان یک عینکی شما محال بدون عینکتون بتونید درست ببینید و تریسی ادعا میکرده که اون شب بدون عینکش تیراندازی کرده و همه گلوله ها هم به هدف خورده نکته دیگه که در آزمایش پزشکی قانونی وجود داشته این بوده که سه گلوله‌ای که به سر خورده از زاویه روبرو نبوده برعکس دایت ریسی که گفته بوده من از روبرو شلیک کردم به داستین این سه گلوله از ناحیه بالا شلیک شده بوده یعنی اینکه یا داستین نشسته بوده روی زمین یا خوابیده بوده این گلوله ها مستقیم و از رو به رو نبودن وقتی که اینها میرن مسافرت و برمیگردن ببینید هنوز تریسی دستگیر نشده پلیس هم قصد نداره دستگیرش بکنه بخاطر اینکه مدارکش کافی نیست وقتی که میرن و برمیگردن پلیس یکم بیشتر بررسی کرده بوده و حدسش رفته بوده سمت اینکه اون نفر دومی که توی ماجرا نقش داشته جوزف بوده جوزف کی بود همون دندون پزشکی که پروندهش در جریان بود و تریسی رفته بود ازش شکایت کرده بود و پلیس احتمال میداد که شاید این بابت این دادگاهی که در پیش دارن یک همچین کاری انجام داده اما خب وقتی که این رو مطرح میکنن با تریسی خیلی سریع و بلا فاصله میگه که نه کار اون نیست اون دخالتی نکرده کار جانه این زمان اونها یک جلسه هزانت دیگری در پیش داشتن و تریسی میگه که کار جانه اون فرستاده بوده این آدم رو که این بلا رو سر من میاره. خب این خیلی کم عجیبه دیگه به خاطر اینکه جان واقعا دوره از این خانواده و رفت و آمدی باهاشون نداره اما توی بررسی هایی که از ماشین داستین میشه یک دفترچه یادداشت صورتی پیدا میشه که توی این دفترچه یادداشت خط داستین بوده که نوشته بوده که جان بهش پول داده تا بره همسر سابق و بچه تنی خودش رو بکشه یعنی همون برس که اول داستان زنگ زده بود به پلیس خب این خیلی عجیبه دیگه چطور ممکنه یک نفری توی یک دفتر یک همچین اطلاعات مفیدی رو نوشته باشه جدا از این وقتی که پلیس این یادداشت رو پیدا میکنه و تایید میکنن که خط خود داستینه پلیس میاد نگاه میکنه تماسهای ورودی و خروجی که داستین تو این چند وقت داشته سفرهایی که داشته آدمهایی که دیده و هر کاری که میکنه هیچ نقطه ارتباطی بین جان و داستین پیدا نمیشه با خانوادهش هم زندگی میکرده خانوادهش هم میگن که اصلا ما همچین کسی رو نمیشناسیم نه تا حالا دیدیمش و نه تا حالا دیدیم که پسرمون باهاش صحبت بکنه یک نکته دیگه هم که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که اگر یادتون باشه جان برای صرفا جاسوسی کردن از تریسی رفته بود یک کاراگاه خصوصی استخدام کرده بود پس استخدام یک قاتل حرفه‌ای خیلی کار آسونی برای اون بوده احتیاجی نبوده بیاد به یک بچه 20 ساله ای که همسایه زنشه و تا حالا کار خلاف نکرده بگه برو زن سابق من و بچم رو بکش پلیس الان یک قدم دیگه برمیداره یک شاهد دیگری وجود داشته که پلیس باید باهاش صحبت میکرده این کیه ورت یازده سال است اون توی خونه بوده اون کسیه که با پلیس تماس گرفته خودش تلفن شخصی نداشته اما توی اتاقش خط تلفن بوده و اون بوده که با پلیس تماس گرفته پلیس میارتش اداره و میشینه و خیلی صمیمی شروع میکنن باش صحبت کردن و اون خیلی دقیق حرف های تریسی رو تایید میکنه اما این تایید کردن و بازگو کردن حرف های تریسی اونقدر دقیق بوده که به نظر میرسیده که تمرین کرده به نظر میرسیده که بهش دیکته شده تا این حرف ها رو تایید بکنه و بگه اما یک, یک چیزهای کوچولویی توی حرفهاش بوده که انگار خارج از اون تکرار حرف مثلا میگه که وقتی مادرم ما رو آورد توی اتاق تا مثلا در رومون ببنده و ازمون محافظت بکنه جوراب شلواریش دستش بود یادتونه با یک جوراب شلواری خفه شده بود تریسی خب چرا یه نفر با جوراب رو بگیره دستش وقتی داره بچه هاش رو نجات میده اصلا تو با جوراب شلواری تو موقع چی کار داری؟ این خیلی عجیبه و این نکته که خب خود تریسی بهش اشاره نکرده در ادامه هم برس به پلیس میگه که تقصیر منه که جان آدم کش فرستاده بود تا من و مادرم رو بکشن من مادرم رو به خطر انداختم به خاطر من بوده به خاطر هزانت من بوده مادرم خیلی آدم مهربونی خیلی فداکاره خیلی زن خوبیه شروع میکنه دوباره از مادرش تعریف کردن و حتی اینجای داستان این عذاب وجدانه این احساس گناه هم به نظر میاد که باز هم دیکتت شده است یعنی انقدر به این بچه گفتن یه چیزهایی رو که داره همون حرفها رو تکرار میکنه پلیس در نهایت نمیتونه مدرکی پیدا بکنه و تصمیم میگیره که تریسی رو رها بکنه این نفر دوم پیدا نشده رو هم رها بکنه و این پرونده رو ول بکنه به حال خودش رو بره سراغ پرونده های دیگه سال بعد سال 2002 توی جشن شکرگزاری یک جسدی توی قبرستون پیدا میشه که خارج از قبر بوده وقتی که نزدیک میشن به جسد و میرن که بررسیش بکنن متوجه میشن که برت ویدی پدر داستینه اون خودش رو کنار قبر پسرش کشته بوده، یک نامی خودکشی کنارش بوده و نوشته بوده که از لحظه که پسرش رو از دست داده یک روز خوب توی زندگیش نداشته، شبی نبوده که خوابش رو نبینه، روزی نبوده که بهش فکر نکنه، روزی نبوده که براش گریه نکنه و اون همه چیزش رو از دست داده و فکر میکنه که دیگه نمیتونه به زندگیش ادامه بده این خیلی دردناکه که پدر داستین هم خودش رو میکشه سال 2003 خانواده داستین درخواست بررسی دوباره این پرونده رو میدن و ادعا میکنن که تریسی دروغ گفت اما در نهایت سال 2005 این درخواست رد میشه از اون طرف ازدواج تریسی و ما... مایکل به مشکل خورده اینها دعواهای شدید دارن با هم که دعواها به سمت دعوای فیزیکی پیشرفته رفته عصبانی میشه تریسی لگت میکوبه به در و دیوار به محیط آسیب میزنه درارو رو میشکنه و هر بار که این دعوا شدید میشه و مایکل تماس میگیره با پلیس و پلیس میاد تریسی شروع میکنه یه جوری مظلوم نمایی کردن و وانمود کردن به اینکه مایکل داشته بهش آسیب میزده که اونی که بازداشت میشه از خونه بیرون رونده میشه یا با خودشون میبرنش مایکل بوده در حالی که همه خشونت ها رو تریسی انجام میداده مایکل یک مدتی توسط تریسی بهش مواد داده میشده این خیلی خاطره عجیبیه که مایکل از زندگی مشترکش داره میگه من روی تخت خوابیده بودم این به من مواد میزد و من فقط به هوش میومدم نگاش میکردم و بعد دوباره چشمام رو میبستم یک بار که یک هفته این کار رو ادامه داده بوده یک هفته بهش مواد سنگین میزده میگه بعد از یک مدتی که من چشمامو باز کردم دیدم که تریسی با یک کیسه پلاستیکی پشت سر من نشسته این کیسه رو کشید سر من و به من گفتش که آروم باش و نفس بکش و من به خاطر کم بوده نفس بیهوش شدم وقتی که به هوش اومدم تریسی به من گفتش که از اینجا به بعد ما وارد یک در تازه ای از اعتماد میشیم به خاطر اینکه من فرصت داشتم تو رو بکشم و این کارو نکردم رسما منت میذاشته سر مایکل که ببین من میتونستم بکشمت اما نکشتم الان تازه مایکل داشت میفهمید که نکنه که تریسی توی قتل داستین اصلا بیگناه نبوده قتل عمدی بوده به نظرش این آدم هر کاری میتونسته انجام بده در نهایت احساس میکنه که من دیگه نمیتونم به زن اعتماد بکنم این توی خونه بوده یک نفر رو کشته هیچ نشونه دیگه از اون نفر دوم هیچ وقت پیدا نشده حتی توی خونه ما اثر انگشت آدم غریبه ای وجود نداشته پس به نظر میاد که کار تریسی بوده در نهایت مایکل درخواست طلاق میده و ما میدونیم که تریسی در موقعیتی که روبرو میشه با جدایی چه واکنشی نشون میده شروع میکنه شایعه پخش کردن حرف زدن راجبه این موضوع که مایکل خیلی آدم خشنیه مایکل مداوم بچه هاش رو کتک میزنه تریسی رو کتک میزنه به بچه ها آزار میرسونه و این خبر رو همه جا پخش میکنه انقدر آش رو شور میکنه که یه روزی پا میشه میره اداره پلیس و میگه که من فکر میکنم که اشتباه بهتون گفتم یادتونه گفتم جان بوده که این قاتل را عجیر کرده تا من رو بکشه نه من فکر میکنم مایکل بوده اگه یادتون باشه مایکل اون موقع از شهرم رفته بود بیرون برای اینکه ثابت بکنه که بیگناهه یعنی نه تنها داشته همسرش رو بدنام میکرده داشته اون رو به عنوان یک قاتل هم جلوه میداده اما اگر یادتون باشه یک دفترچه صورتی رنگی از بد شده بود دفترچه‌ای که توش نوشته شده بود که جان به من پول داده و الان پلیس این رو داره و به نظر میاد که تریسی داره دروغ میگه دیگه خودش اومده تو روی ما داره دروغ میگه سال 2007 زمانی که اینها به مرحله طلاق میرسند به خاطر شکایت هایی که تو طولانی مدت تریسی ثبت کرده بوده و البته هایی که زده بوده هزانت موقت بچه ها سپرده میشه به خود تریسی قرار میشه که اون مراقب بچه ها باشه و اون کسی که وسایلش رو بر میدار و از خونه میره بیرون مایکل اینها از هم دیگه جدا میشن بعد از یک مدتی هم تریسی خونه که توش بوده رو رها میکنه همراه با بچه هاش میره به نبراسکا جایی که مادر و پدرش زندگی میکردن میره اونجا زندگی بکنه اما با وجود اینکه از مایکل جدا شده با وجود اینکه هزانت بچه ها رو گرفته اما قصد نداره که دست برداره یه روز یک عکس میبره داره پلیس که داستین کشته شده در صحنه جنایت بوده میگه اینو ببینید اینو شوهرم گذاشته روی صندلی جلوی ماشین برای اینکه این ماجرا رو بندازه گردن من خیلی عجیبه تو یه عکس پیدا کردی اصلا عکس رو بسوزون چرا بردیش پیش پلیس مایکل متوجه شد در تمام مدتی که اینها با هم دیگه زندگی میکردن تریسی ازش کلاهبرداری کرده یک پرونده کلاهبرداری تنظیم میکنه اینو میبره دادگاه تریسی هم محکوم میشه اما بهش آزادی مشروط میدن یه مدتی یعنی یه مدتی بیرون زندان بوده زیر نظر بوده تا دورانش تموم بشه سال 2010 توی سن 44 سالگی تریسی میره اسمش رو توی شناسنامش یعنی عوض میکنه اسمشو چی میذاره؟ میذاره سوفیا ترزا کارینا بارون ادواردز خیلی اسم عجیبیه بعد هم یه کسب و کاری راه میندازه و شروع میکنه توی محله راه رفتن و با لحجه بریتانیایی صحبت کردن و وانمود میکنه که کسیه که اومده اینجا تا کسب و کارش رو اداره بکنه تو مدت یادتون مایکل دنبال پرونده بود دیگه اما از یک جایی به بعد دیگه دنبال پرونده کلاهبرداری نبود همکاری میکرد با خانواده داستین برای اینکه پرونده قتل تریسی قتل داستین رو باز بکنه مایکل میگفتش که این منطقیه که تریسی آدم کشته باشه این منطقیه که اون گناهکار باشه و با توجه به اینکه پلیس به نظر می اومده بعضی از مدارک رو نادیده گرفته این اصرار در نهایت نتیجه میده و بالاخره پرونده باز میشه ببینید اصابت گلوله چیزی بوده که نادیده گرفته بودن جدا از این اصابت گلوله تعداد گلوله هایی که از بالای سر خورده بوده به نظر می که یک نفر شلیک کرده برای اینکه مطمئن بشه که قربانی کشته شده دو تا اسلحه شلیک کردن با هر دو تا اسلحه همه اینها موارد مشکوکی بوده که پلیس بی خیالشون شده بوده و حالا با اصرار مایکل و خانواده داستین این پرونده باز میشه در 27 جولای 2011 تریسی بالاخره برای قتل داستین دستگیر میشه اون رو میبرن به یک زندانی توی نبراسکا و دادستان شروع میکنه همه مدارکش رو جمع کردن برای اینکه اون رو بفرسته به دادگاه چند تا نکته توی دادگاه مطرح میشه اول اینکه اون نفر دوم مشکوک کیه چرا هیچ اثر انگشتی وجود نداره نکته بعدی اینه که چطور ممکنه که یک نفری نه تا گلوله به یه نفر دیگه شلیک بکنه و نفر سومی که توی صحنه حضور داره فرار بکنه نیاد یکی تو سر این بزنه یا اون دوستش رو نجات بده این هم خودش عجیب اما چیز دیگری که در این پرونده عجیبه ماجرای دفترچه یادداشت صورتیه به خاطر میارید که دفترچه یادداشت صورتی یک صفحه درش بوده فقط همون یک صفحه که توش نوشته شده بوده که از جان پول گرفته مشخص میشه که تریسی توی همون پرمند، اوایل پرونده گفته بوده که به دوستش ماریا یادتونه ماری قرار بود بیاد شب خونهشون بمونه به دوستش گفته بوده که دفترچه صورتی پیدا شد اونها دیگه جان رو دستگیر میکنن این در حالیه که پلیس هیچ اطلاعاتی مبنی بر پیدا کردن یک دفترچه صورتی منتشر نکرده بوده حتی به خانواده خود این آدم خانواده خود داستین هم چیزی نگفته بوده و حالا ماری اومده بوده پیش پلیس و اعتراف میکرده که همون سالها خود تریسی راجب یک دفترچه صورتی صحبت کرده فیلم دوربین های مدار بسته اون زمان بررسی شده بود و مشخص شده بود کسی که یک دفترچه یادداشت صورتی خریده کسی نیست جز خود تریسی جلسات دادگاه شروع میشه و توی این جلسات هم مایکل ازدواج کرده بوده جدا هم تریسی نامزد کرده بوده نامزد تریسی همراه با برادر خود تریسی که کاراگاه پلیس بود و بچه هاشون توی دادگاه حاضر میشن و اصرار داشتن تمام قد که تریسی بیگناهه. زمانی که دستگیر میشه تریسی که البته الان اسمش سوفیا شده دوباره درخواست داده بوده که اسمش رو عوض بکنن. این بار چی میخواسته بذاره؟ این بار میخواسته اسمش رو بذاره هایدی جوانا فراستپکا. خب این اسم کی بوده؟ این اسم زن جدید مایکل بوده. معلوم نیستش که قصد داشته با عوض کردن اسمش و گرفتن یک مدرک شناسایی جدید با اسم همسر مایکل چی کار بکنه چهار سالی هست که اینها از همدیگه جدا شدن و هر کدوم رفتن دنبال زندگی خودشون اما اون چیزی که مشخصه اینه که مایکل انقدر پافشاری کرده تا پرونده رو به دادگاه رسونده مامورای پلیس یک بار دیگه خونه رو بررسی میکنن و تایید میکنن که با توجه به اثر پاشیدن خون با توجه به تفاوت قد با توجه به نوع چیزی که تعریف کرده تریسی ممکن نیست که اون نه تا گلوله رو از رو, رو شلیک کرده باشه اون شلیک کرده مقتول روی زمین افتاده رفته یک اسلحه دیگه یا برده و بعد دوباره بهش شلیک کرده محاکمه تریسی نهایتا در 24 اکتبر 2011 تموم میشه دادستان مطرح میکنه که این زمان جان و تریسی درگیر ماجرای هزانت بودن با توجه به نزدیک شدن به دادگاه هزانت تصمیم میگیره که یک کاری کنه که جان از میدون به در بشه و همون زمانه که تمام این نقشه رو میریزه به داستین میگه که بیا خونه من داستین میاد قصدش بوده همونجا عملی بکنه که ماری میرسه داستین رو میفرسته بره خونش میگه بعدم بیا داستین بر میگرده احتمالا اون رو روی زمین نشونده اسلحه سمتش گرفته و تهدیدش کرده که چیزهایی که میگه رو بنویسه بعد هم به داستین شلی کرده دفترچه صورتی رو توی ماشین گذاشته و به این شکل به نظر خودش میومده که پرونده رو بسته در دادگاه مادر داستین هم شهادت میده و میگه که اون روز تریسی زنگ زد به من و گفتش که ممکنه داستین بیاد خونه من این در حالتیه که اول همین دادگاه تریسی رفته بوده در جایگاه متهم و گفته بوده که داستین آدم مشکل داری بود من دلم نمیخواست وقتی که تنها می کنارم باشه خب الان یک شاهدی وجود داره که میگه وقتی که تو خونه تنها بودی زنگ زدی این بیاد دیگه همونجا قصد داشته بکشتش ولی چون ماری میرسه مجبور میشه کار رو به شب بندازه در نهایت با توجه به مدارک ارائه شده در دادگاه تریسی برای قتل درجه یک مجرم شناخته میشه و بهش حبس ابد بدون امکان آزادیه مشروط میدن اگر فکر میکنید که درد سر درست کردن ها و آزارهای تریسی تموم شد کاملا در اشتباهید توی زندان میتونه نامه نگاری بکنه با یک آقایی به اسم جیم لاندا که به اتهام تجاوز به کودکان در زندان بوده اینها رابطه عاشقانه نامه ای برقرار میکنن و رازیش میکنه که زمانی که از زندان رفت بیرون کاری برای تریسی انجام بده کار چیه؟ مایکل این زمان هزانت کامل بچه ها رو گرفته بوده بچه ها پیشش بودن با همسرش هایدی که گفتیم قصد داشته تریسی اسم, اسم خودش رو همین اسم بذاره رفته بوده به ساحل و الان این دوست مجرم آزاد شده یه تریسی هم دنبالشه یک تکه کاغذی بوده که تریسی این رو نوشته بوده و فرستاده بوده برای مایکل و همسر جدیدش نوشته بوده که امیدوارم هیچ اتفاق بدی براتون نیفته بابا زن تو چقدر جونه وری بگیر بشین دیگه تو تا آخر عمرت قراره پشت میله ها بمونی هنوز هم داری تهدید میکنی کار دیگه ای هم که این وسط انجام میده اینه که میره توی یک وبسایتی که آدم ها روش به محیط هایی که کار کردن نظراتشون رو می نویسن و این نظرات باقی میمونه اون کسب و کار اون محیط اون آدم وقتی میتونه این محتوا رو پاک کنه که 2000 دو هزار دلار جریمه بده تریسی از توی زندان و با اینترنت زندان وارد این سایت میشه و یه عالمه بد و بیراه به مایکل میگه اما خب سایت یک مدتی بعد بسته میشه نمیدونم که مایکل اون 2000 دو دلار رو هم پرداخت کرده یا نه جالب اینه که الان سالها از این ماجرا گذشته تریسی توی زندانه قراره که تا آخر عمرش توی زندان بمونه اما اگر شما اسمش رو سرچ بکنید بیشتر از اینکه پرونده راجع به خودش بیاره صفحه فیسبوک و صفحاتی میاره که به نام تریسیه و این صفحات رو برت پسر بزرگش اداره میکنه برت همه ی عمرش الان دیگه نزدیک چهل سالشه دیگه معتقد بر این بوده که مادرش بیگناهه براش پاپوش درست کردن و بعد از زندان آزاد بشه یه عالم صفحه هست که اون ساخته و طرفداری میکنه از مادرش و میگه که امیدواره یک روزی مادرش آزاد بشه اما حداقل من یکی امیدوارم که تا آخر عمرش پشت میده های زندان بمونه و یک همچین آدم آزارگری آدمی که از خشونت فیزیکی و کلامی کم نمیذاشته توی زندگیش هیچ وقت رنگ آزادی رو نبینه هر آنچه که تونسته بودم در مورد این پرونده پیدا بکنم رو جمعآوری کردم براتون اگر نظری در مورد این پرونده دارید حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید ما همه کامنت ها رو میخونیم احتمال داره که نرسیم به همش جواب بدیم اما خیالتون راحت همشون رو میخونیم ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید